سلام آقای دکتر، سلام، بفرمایید. خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم و ممنونم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید. خواهش میکنم، بفرمایید. من 30 سالمه، فرزند اول یک خانواده 4 نفریم. برادرم 12 سال از من کوچیکتره. من 2 سال و نیم هست که اروپا هستم و دلیل مهاجرتم هم ادامه تحصیلم بود برای مقطع دکترا و رشته تحصیلی من هم نوروساینس هست. اگر تا اینجا سوالی ندارید من یه مختصر توضیحی بدم از اون چه که به من گذشت تو این 30 سال و بعد سوالاتم رو مطرح کنم. هر جور دلتون میخواد مطرح کنید. خیلی ممنون. آقای دکتر، من توی خانواده فقیر به دنیا اومدم و پدر و مادرم هم هیچ علاقه به هم نداشتن. در واقع ازدواج برای هر دوی اونها و بیشتر برای مادرم اجبار بود و خب فقر و نبود علاقه بین والدینم از من آدم مضطربی ساخت و این رو هم بگم که این مسئله فقط به عدم علاقه خلاصه نمیشد. من شبانه روز با درگیری ها، دعواهای لفظی و فیزیکی پدر مادرم بزرگ شدم. بین سن 4 تا 5 سالگی پدرم ما رو ترک کرد و من هنوز هم نمیدونم اون 1 سال کجا بودن. فقط از مادرم یک بار دلیلش رو این اواخر پرسیدم و ایشون گفتن پدرم از این که دیگه از پس مخارج بر نمی اومدن زندگی رو ترک کردن و تو اون 1 سال ما با درآمد ناچیز مادرم زندگی می کردیم. البته این رو هم بگم که پدر مادرم از ابتدای زندگیشون تو خونه پدری مادرم زندگی می کردن و مادر بزرگم هم با ما تو همون خونه بودن. پدر بزرگم فوت شده بودن و سهم ما از اون خونه در واقع من، مادرم و پدرم هسته توی یک اتاق نم کشیده 12 متری زندگی می کردیم. پدرم راننده بود و وقتایی که کار می کرد خیلی دیر به دیر می دیدیمش و وقتایی هم که بنا به دلایلی از کار بیکار می شد و خونه بود اونجا تبدیل به یک میدان جنگی می شد که من هیچ وقت راهی برای فرار از وضعیت نداشتم. یک بار وقتی من 5 سالم بود و اونها دیگه تصمیمشون برای جدایی جدی شد، متاسفانه تو اوج ناآگاهی من رو خیلی جدی وارد این تصمیمشون کردن و در واقع از من خواستن که بگم راضیم اونها از هم جدا بشن یا نه و من تو اون لحظه در واقع دو تفکر کاملا متفاوت داشتم. البته نمیدونم استفاده از کلمه تفکر برای بچه 5 سال درست بیانه، شاید بگم دو تا خواست متفاوت داشتم. یکی اصرار به این که بگم آره چون میدونستم که همه اون عذاب قرار تموم بشه و دیگری اصرار به این که بگم نه چون نمیخواستم از دستشون بدم و من در نهایت انقدر این پا اون پا شدم که جوابی ندادم و میبخشید اما ادرار کردم و این یه شوکی به خانواده من وارد کرد که دست از سوال پرسیدن برداشتن و منصرف شدن و زندگی متشنج ما ادامه پیدا کرد و من هم به مدرسه رفتم. از 4 تا 10 سالگی من مادرم کار میکرد و من مجبور بودم که تو خونه با مادر بزرگ پیرم باشم و اون هم عموما یا خواب بود یا در حال غذا پختن بود و من همیشه در واقع تنها بودم. به مدرسه که رفتم تا آخرین روز دبیرستانم همیشه شاگرد اول بودم، شناخته شده بودم و عاشق درس خوندن بودم چون تنها راهی بود که من از تنش‌های خونه جدا می‌کرد. از 14 سالگی وارد رابطه جنسی با جنس مخالف شدم. همزمان به دخترها هم تمایل داشتم ولی فقط یک بار بین 19 تا 20 سالگیم با یکی از دوستای دخترم هم رابطه جنسی داشتم. بعد وارد دانشگاه شدم، رشته فیزیک، و اونجا یک رابطه 6 ساله داشتم با آقایی که به سرانجام نرسید و بعد از اون دوباره وارد روابط دیگه می شدم. یعنی بیشتر این فکر میکنید این بیشتر روابط رو به دلایل نیاز جنسی بود، جدا شدن از این اون تنهایی بود، گرفتن توجه و محبت بود، بیشتر ریشتش چه بود؟
من فکر میکنم بیشتر ریشش در واقع فرار از تنهایی بود، چون اونقدر برام مهم نبود شخصیت طرف مقابل و همیشه هم خیلی با من اختلاف داشتن. بس اون نظر سنیه دیگه. هم از نظر سنی و هم از نظر اونهایی که باهاشون همسن بودم، خیلی از نظر میزان درک و شناخت، تفکر، کلن ایدئولوژی همون، همیشه من همیشه دومن آدم متفاوت بودم و البته اونهایی که شاید یک مقدار سطحی تر بودن تا بتونم یک کمی خوش بگذرونم فقط و از اون ابر خیال خودم بیام بیرون. به من بگید گرایش های سیاسی و مذهبی چی داشتی؟ هیچ وقت هیچ گرایش مذهبی نداشتم و به لحاظ سیاسی هم شاید نتونم بگم گرایش، یا چون هیچ وقت هیچ فعالیتی در راستا انجام ندادم. یه سری اعتقادات شخصی میشه گفت فقط. میگفتی شما از کجا فارغ التحصیل شدید در ایران عزیز؟ از یک دانشگاه سراسری معتبر اما از شهرستان. ولی رشته تحصیلیتون اونجا چی بود؟ فیزیک خوندم. دوران لیسانس هم فیزیک خوندم و دوران ارشدم هم فیزیک خوندم ولی با گرایش نوروساینس. بسیار عالی. و بعد برای پی اچ دی دیگه اومدم که نوروساینس بخونم. الان 4 سال گفتید اروپا هستید؟ نه خیر، 2 سال و نیم هست. 2 سال و نیم. به کجا رسیدید از نظر درس تو این الان؟ چه جایی قرار دارید؟ دقیقا در خصوص یعنی کی تمام میشه؟ قاعدتا باید تا 6 ماه دیگه تموم شه ولی فکر نمی کنم تموم شه. یعنی مدرکی که میگیرید چی عزیز؟ مدرکی که باید بگیرم در واقع پی اچ دی نوروساینس هست. ولی با خوندن 3 سال در اروپا؟ بله. با یه بک‌گراند فیزیک و نوروساینسی که در از ایران داشتید؟ بله دقیقا. آخه این دوره ها معمولا در یه جایی مانند امریکا در حدی که من میشناسم که خیلی خیلی طولانی تره. حقیقتا من عضو یک پی اچ دی پروگرامی هستم اینجا که همه پروژه ها 3 ساله تعریف میشن مگر اینکه احتیاج به تمدید باشه. در اون صورت با صلاح دید سوپروایزر میتونه به 1 سال دیگه یا حتی 2 سال دیگه قرارداد اکستند بشه و ریسرچ ادامه پیدا کنه، اما قرارداد اولیه فیکس و 3 ساله هست. اون وقت آخه پایان نامه شما، دیزرتیشن شما اون زمانی رو نمیبره، چون بسیار از دانشگاه امریکا اصلا کمتر از 3 سال یا متوسطش 5 ساله، اونم توی همچین رشته هایی. یعنی کدوم بله، کشور هست؟ کدوم کشور هستی شما عزیز؟ من سوئیس هستم. سوئیس؟ بله. خب خب شما هیچ وقت تست هوش و اینا دادید هیچ وقت؟ نه خیر هیچ وقت. اوکی. چون توانایی فوق العاده ای دارید، یعنی با توجه به اون شرایط و وضعیت و نگاهی که به این موضوع ها دارید. اوکی، بنابراین یه چیزی نزدیک 6 ماه تا 1 سال دیگه درستون کارتون تموم شه، بعد برنامه‌تون چیه؟ حالا که در این چارچوب داریم صحبت میکنیم. بله در واقع یکی از مهمترین شاید بگم الان چالش های من، چون اینها همه مصادف شدن با هم، من 1 سالی هست که شروع کردم یک مقداری به خودم برگردم، خودم رو بشناسم و یک مقدار مرور کنم زندگیم رو تا به اینجا، تا از این گمی و گیجی در بیام تا جایی که میتونم. و البته این رو هم حتما باید اینجا اشاره کنم که من خیلی از شما کمک گرفتم روزها و شبها و واقعا ازتون ممنونم. و حالا این سوال اساسی برام مطرحه که میخوام چی کار کنم با این مدرک و راستش هنوز به جواب بهش نرسیدم و حتی گاهی به این فکر میکنم که با اینکه نوروساینس رو دوست دارم و برام لذت بخشه و خیلی چیزا یاد گرفتم، اما احساس میکنم اون معنی من نیست. من شاید لازم باشه اصلاً
یک دوره جدیدی از یک رشته دیگه رو شروع کنم یا مطالعه آزاد داشته باشم، در این حال بتونم یک کاری برای خودم دست و پا کنم. و حقیقتا جواب سوالتون رو الان نمیدونم. نه بذارید همین جایی ذره بیستیم. بیاید فرض رو بر این بگیریم که شما PhDتون رو گرفتید. یک، در جهت ماندن یا زندگی کردن کجا رو ترجیح میدید؟ من فکر میکنم که برای من اونقدر اون جایی که شاید بگم برام حتما راحتی بیاره ملاک نیست. میدونید من فکر میکنم که درس خوندن و ساینس شاید برام راحتی بیاره تو هر جایی اگر اپلای کنم برای پست‌داک یا برای شغلی، ولی اون آرامشی که میخوام رو انگار برام نیاورده، یا انگار خودم رو نمیتونم باهاش تعریف کنم و احساس میکنم اصلا تعریف من جای دیگه ایه. برای همین به لحاظ جغرافیایی اگر منظورتون هست، هیچ تفاوتی برام نداره که اونجا کجا باشه، فقط جایی باشه. برای بعد از درس. نه فقط گفتم ترجیحی بعد. دارید یا نه، چون یه زمانی هست که ترجیحی برای ایران هست، برای اروپا هست، برای غیر از ایران و اروپا هست. فقط خواستم ببینم یه ترجیحی که فکرتون رو مشغول کنه یا با توجه به امکاناتی که مثل پست‌داک و اینا در اختیارتون میگذارن. چون ببینید عزیز، شما باید قبول کنید که بسیار بسیار خوش درخشیدید، یعنی باز از همون نیلوفرای آبی هستید که در لجنزار رویدید و این زمینه ذهنیتون کاملا میتونه نشون بده. این که کمی اون احساس شاید نارضایتی رو میکنید، اون به خاطر درستون یا رشتتون یا محیط آموزشی آیندهتون اونقدر نیست که برمیگرده با آسیبای سنگین کودکی. یعنی وقتی که شما رو مثلا از زانو به پایین بریدند و شما حالا دارید با رو زانوهاتون راه میرید، من هیچ انتظاری ندارم که با آگاهی از این موضوع حال و احساس خوبی داشته باشی. اونو متوجه هستم، ولی فقط چون خواستم یه ذره جهت بگیرم از شما درباره برنامه ذهن و زندگیتون، این بود که یک، برای من مهم بود که اقامت تو ایران میخواید، اروپا میخواید یا یه جای دیگه، و دوم چه گزینه‌هایی در مقابلتون هست که خودتون خوشبختانه به نا ادامه یه تحصیل، بلکه به اینکه بهانه‌ای برای بودن و ماندن داشته باشید. اینکه مطالعه آزاد داشته باشید رو میفهمم، ولی اگر با من آشنا باشید دو چیز رو احتمالاً نگاه و نظر منه. یکی که در تحلیل نهایی آخر کار همه چیز برمیگرده به مغز و نوروساینس و یا نورولوژی. یعنی آخر کار اینکه من با برادرم رابطم چگونه است، میخوام چگونه ماشینی داشته باشم و یا دلم میخواد که تو چه مهمونیایی برم، برمیگرده به اینکه میشه تو مغز نشونش داد که کجاست. یعنی درسته که راه هنوز بسیاره و به همین جهت است که تا اونجا تا پیش میرم که یه روزی شاید چیزی به اسم روانشناسی یا روانپزشکی نباشه و در حالا تعریف امروزی نورولوژی وجود داشته باشه. این شماره یک. دو، اگر به من بگید که بارها رو خط رادیو یا تلویزیون هم عرض کردم، من اگر یک کسی ازم توانی رو مانند شما درش ببینم میگم بره نوروساینس بخونه. بنابراین اینکه شما بخواید مطالعه های حاشیه‌ای داشته باشید در هر زمینه، حتی ادبیات یا تاریخ یا رشته‌ای مثل علوم اجتماعی از اقتصاد و سیاست و فلسفه و روانشناسی هست، اون احتیاجی نداره. راه و مسیری که اینچنین عمیق و سنگین آمدید و بسیار خوش آمدید رو با توجه به سنتون به هم بریزید، اینی که در همین جا باید بمونید. ولی من دلم میخواد که شما وارد یه جو و محیطی بشید که یه جوری شما رو ببلند، یعنی اونچنان شما رو درگیر کنن که از این موضوع در بیاد. به این یه جایی مثلا فرض کنید مثل سیلیکون ولیه، یه جایی در شمال کالیفرنیا که در حقیقت الان به یک اعتبار در یه زمین های مغز تپنده یا مغز قلب تپنده دنیای علم و تکنولوژیه و یه درصد بالایی هم مثلا به این دلیل به وجود اومده که خارجی هست.
اینه که به اون دلیل پرسیدم و دلم میخواد اصلا هنوز خیلی راه باید شما یه کمی برید تا وقت استراحتتون برسه. هنوز این به کاروان سرایی بعد از این همه راه با وجود همه سختی راه نرسیدید که بخواید استراحت کنید. حالا با توجه به این حرفا، خب من اگر اجازه بدید داستانم رو ادامه میدم، چون در نهایت دو تا سوال ازتون دارم که مرتبط هست. بفرمایید. من حدود یک سال هست که یک دوره روانکاوی روان درمانی رو شروع کردم اینجا با یک آقای دکتر ایرانی و ایشون برای من تشخیص افسردگی و اضطراب دادن، اما گفتن چون باهوشم میتونم از پسش بر بیام و احتیاج به زمان بیشتری دارم فقط. من اما زیاد حالم خوب نیست این روزها و شاید باید حتما به این اشاره کنم که من پدرم یک سال تو بیمارستان روانی بستری بودن و من نمیدونم البته چه اختلالی رو براشون تشخیص دادن، اما از بچگی از مادرم هم میشنیدم که مثلا پدرم دیوونه است و اینا مثلا شاید از علائم جنگ حتی، و البته این فقط از سر خصومت نبود، این رو از افراد دیگه فامیل هم میشنیدم که پدرم نرمال نیست. چه چیزایی من هم باور دارم که بله. چه چیزایی غیر عادی خیلی برجسته‌ای در ایشون میدیدید؟ شاید شدیدترینش در واقع تغییر خلق و خوشون بود و غیر قابل پیش بینی بودن، اینکه الان که از در میاد تو خوش اخلاق یا بد اخلاق، یا الان اگر دعوا میکنه یا هر حرفی به زبون میاره یا هر اکتی انجام میده آیا 5 دقیقه بعد میدونید رفتارش تغییر میکنه یا نمیکنه، و خیلی اوقات به شدت سریع رفتارش تغییر میکرد، طوری که عذرخواهی میکرد، مادرم رو میبوسید و سعی میکرد ازش در بیاره، و مثلا یهو خیلی اصلا یک روی دیگه میدیدم و البته اون خیلی ناپایدار بود. من باید این رو بگم که بک‌گراند همون جنگ و دشمنی بود که بینشون بود و این همش از آنورمالیتی پدرم می اومد در واقع. و بذار همینجا ازتون یه سوال بکنم. توانایی های هوشی خودتون، اولا برادر از نظر توانایی های هوشی علمی چگونه است؟ برادرم خیلی معمولیه و حتی زیاد علاقه ای نداره که بعد از دبیرستانش ادامه تحصیل بده. آیا واقعا غیر معمولی بودنش به این معناست که آدم عادیه یا اینکه از توانایی هاش استفاده نمی کنه؟ چون می دونید مثلا عامل هوش ارثیه و اگر بهره هوشی شما 140 اونم کمتر از 130 نمی تونه باشه یا معمولا نیست. درش چون من یه مقداری در جهت شناخت شما میخوام پیش برم با وقت کمی که هست. بله، برادر رو چگونه میبینید؟ من برادرم رو به لحاظ بهره هوشی اونقدر بالا نمیبینم راستش. اوکی. از نظر شباهت دو تایی برم چقدر شبیهید از نظر قیافه؟ اصلا هیچ شباهتی به هم نداره، خیلی خیلی شاید نمیتونم بگم هیچ شباهتی نداره. آیا خانواده پدری هستن که توانایی های هوشی و برجستگی های تو این زمینه دارن یا مادری؟ من شاید از همه اقوام پدری و مادریم یه پسر خاله دارم که به نظر خودم آدم باهوشیه و بقیه رو معمولی میبینم. ولی پسر خاله است، بنابراین جانب مادره. بله. بیمار روانی چی؟ از پدر. بیمار روانی من یکی از پسر دایی هام، من میدونم که مشکل جدی روانی داره ولی چون به لحاظ جغرافیایی و تو ایران با فاصله زیادی از ما زندگی میکردن همیشه، خیلی من نمیدیدمشون، فقط گاهی اخباری به هم میرسید که مثلا فلانی حالش بد شد یا فلان حرکت رو کرد تو خونه و مثلا بردنش بستریش کردن. پدر رفتاری که خیلی غیرعادی باشه ازش دیدید یا ازش شنیدید چه بوده؟ از پدرم؟
چون من میخوام یه ذره به تشخیص پدر برسم، حالا اینکه با بایپولار دو قطبی باشن یا یه مقدار شخصیت ای بسا مرزی مرزی ناپایدار یا بوردرلاین داشته باشن، اینا رو میتونم بگم، ولی میخوام ببینم هیچ چیزی بوده که مثلا اگر بخواید ایشون رو به بدترین رفتارشون و حالشون توصیف کنید به من چی میگید؟ من فکر میکنم همون مسئله شاید بوردرلاین بودن به نظر خودم خیلی توشون میتونه وجود داشته باشه، به خاطر اینکه زیاد حریم و اینها متوجه نبودن. یعنی شاید اگر ادامه بدم به صحبتام متوجه بشید چون ازشون حرف میزنم، ولی اگر الان بخوام اشاره کنم، ما همه خب توی اتاق زندگی میکردیم و مجبور بودیم اونجا که بخوابیم بیدار شیم غذا بخوریم و همونجا باشیم، و مثلا من خیلی اوقات از جانب پدرم اذیت می شدم، نه اینکه ایشون بخوان من رو اذیت کنن، ولی دست به کارهای می زدن که من اذیت می شدم، و من فکر می کنم ایشون متوجه بودن که به هر حال یه بچه توی اون اتاق هست، خب اما زیاد توجه نمی کردن و فکر می کنم این از نشناختن حریم خودشون میاد. من فکر میکنم یعنی با وجودی که میدانستن شما بیدارید، با وجود به این اهمیتی نمیدادند، یا اینکه فکر میکردن با یه بازی شما متوجه نمیشید که چه خبره؟ راستش من تو کودکی بارها با شنیدن صدای رابطه جنسی پدر مادرم به خواب رفتم یا از خواب بیدار شدم و دوباره خودم رو به خواب زدم، و اون موقع فکر میکنم خب احتمالا هر دو فکر میکردن که من خوابم، اما گاهی هم بوده که من بیدار بودم و مثلا یک گوشه یه اتاق نشسته بودم و مثلا شاید داشتم درس میخوندم و پدرم دست به کارهای با خودش میزد، من متوجه میشدم. اوکی عزیز، هر جور دلتون میخواد گفتگو رو ادامه بدید. بله، من البته این رو هم اضافه کنم که من مادرم همیشه افسرده بوده خیلی شدید به نظرم، و یه مسئله هم که شاید مهم باشه که بگمش اینه که من از وقتی که یادم میاد مشکل دفع داشتم و گاهی پیش می اومد مثلا تا یک هفته یا ده روز خودم رو نگه می داشتم وقتی بچه بودم. بعد مادر بزرگم با یه سری متدای خونگی و استفاده از یه وسیله هایی سعی می کرد مشکل من رو حل کنه، اما خب متوجه نبود که آسیب روانی که من وارد می کنه چقدر می تونه غیر قابل جبران باشه، و من کاملا احساس میکنم مورد تجاوز جنسی قرار میگرفتم یا یه چیزی شبیه به این. و میدونید من اصلا در واقع الان حال اون موقعم برام زیاد قابل توصیف نیست، اما خب با اعتمادی که به شما دارم مطمئنم شما خودتون به عمق این مسئله مستعدید، من وارد جزئیات نمیشم دیگه. این رو هم بگم که من خیلی کتاب میخوندم، کتاب های علمی و غیر علمی، و از همون بچه که خیلی خودم رو از همسن و سالم بزرگتر میدیدم، با بچه ها وارد بازی نمیشدم، یا اگه میشدم انقدر برام بی اهمیت بود بازی های کودکانه که جدی نمیگرفتم، و مثلا من رو همیشه از بازیشون میداختم بیرون و من هم دوباره مینشستم یک گوشه با خودم فکر میکردم. یعنی من خیلی همیشه فقط انگار خودم رو داشتم، و این تا الان هم با من اومده و من خیلی خستم هستش و احساس میکنم این همه سال مضطرب و عصبی و افسرده بودن یه جورایی کلافم کرده، و از طرف دیگه هیچ وقت رابطه درستی نداشتم و اصلا راستش معتقدم رابطه درستی برای من وجود نداره و چرا؟ هیچ وقت نمیخوام ازدواج کنم. و نه متوجهم چرا رابطه درستی وجود نداره. شما از نظر ظاهر و زیبایی که اشکالی ندارید. نه خیر. اوکی. بنابراین آیا این حساسیت برمیگرده به مرد و یا به اصطلاح جنس مرد که مسئله شماست، یا نمیخواید نقش منفعل به هر حال
آسیب خورده دختر رو داشته باشه. راستش میتونم بگم هیچ کدوم اینها، نه مشکلم با جنس مرده و نه فکر میکنم قراره نقش منفعلی رو بازی کنم، فقط فکر میکنم من تعریف درستی از یک رابطه درست ندارم، یعنی نمیتونم یه فصل مشترک ایجاد کنم با طرف مقابل، همیشه خودم رو جدا و اون رو جدا میبینم و اون تقسیم رو ندارم، اون به اشتراک گذاشتن رو نمیتونم داشته باشم. نمیگم بقیه رابطه غلطه به هیچ وجه، فقط فکر میکنم که برای منی که الان اینجا هستم درست نیست یا رابطه درستی وجود نداره و سعی دارم اول خودم رو و نگاهم رو نسبت به این مسئله تغییر بدم تا شاید بتونم بالاخره یک رابطه درستی رو تجربه کنم. البته من از نداشتن رابطه اونقدر الان دیگه نگران و ناراحت و ناراضی نیستم، شاید قبل ترها بودم، ولی الان فکر میکنم اتفاقا استراحت خوبیه که یک مقدار دورم خلوت باشه و حداقل کس دیگه رو اذیت نکنم. و هیچ وقت رابطه جدی نداشتی؟ رابطه طولانی داشتم ولی رابطه جدی نه، چون اون رابطه طولانی رو هم برای این نگه داشتم 6 سال، چون مطمئن بودم هیچ وقت قرار نیست جدی بشه، چون از همون اولش یه مخالفت هایی از جانب خانواده طرف مقابلم بوده و من مطمئن بودم که به سرانجام نمیرسه و همینطوری نگه داشتم که حالا باشه فقط. البته این رو هم بگم که بعد از اون جدا شدن آسیب دیدم، اما با این دوره روانکاوی که یک سال رفتم میتونم بگم فقط خیلی خوب اون رو حل کردم. روانکاوی رو در کجا دیدید عزیز؟ همینجا تو سوئیس، ولی دکترم ایرانی هستن. بسیار. خانومن یا آقا؟ آقا هستن. اوکی. حالا بذارید ما قسمت آخر پیام ها رو هم بشنویم برگردیم. من تونستم یه 14-15 دقیقه اضافه داشته باشم بتونم باهاتون صحبت کنم. فقط در چارچوب افسردگی و استرابی که گفتید کدامش به نظر خودتون برای در شما سنگین تره، یا روانکاوتون فکر میکنید کدامش بیشتر علته و دومی در حقیقت همراهی با اون علت میکنه، افسردگی یا استراب؟ من فکر میکنم ایشون استراب رو اساسی تر میبینن در واقع و در واقع افسردگی رو ناشی از اون میدونن. ولی شما خودتون که تغییرات مود سوینگ و اینا رو که ندارید، یا حالتهایی که افسردگی فقط باشه و افسردگی نباشه، یک کمی حالتهای منیک و شیدایی رو هم داشته باشید، اونا رو که تجربه نمی کنید؟ متاسفانه چرا اونها رو هم تجربه میکنم. یعنی آیا این اواخر خیلی برام بیشتر شده؟ آیا ممکنه زمینه دو قطبی رو هم داشته باشید، منیک دپرشن رو؟ ببخشید من صداتون رو از دست دادم. گفتم زمینه منیک دپرشن یا دو قطبی رو هم ممکنه در شما دیدن یا شما خودتون در خودتون میبینید؟ ایشون تشخیصی ندادن و البته خیلی هم محتاط هستن تو تشخیص دادن و بیشتر اعتقاد دارن که نباید فعلا اتیکتی به چسبونن و اینها، و انقدر هم من مسئله دارم راستش تو این یک سال، من هنوز وقتی میرم بحث جدید برای گفتن دارم و احساس میکنم ایشون هنوز شناخت کامل ندارم و نمیخوان تشخیص بدن، اما خودم این فکر، یعنی خودم باور دارم که ممکنه همچین چیزی باشه، ولی خیلی روش کنترل دارم و بهش آگاهم. من راستش شاید الان مهمترین چیزی که باید اینجا مطرح کنم و ازتون بپرسم اینه که من همیشه توی سرم دو تا صدا دارم، دو تا صدایی که از جنس خودمه و هیچ وقت هم ساکت نمیشن و البته خیلی هم با هم متفاوتن، یعنی نظرشون همیشه خیلی خیلی با هم متفاوته و نمیدونم این تا چه حد. من راستش از موقعی که به این مسئله آگاه شدم شروع کردم یه تحقیق میدانی از تمام آدم های اطرافم کردم و گفتم خوب شاید همه اینو دارن، از آدم ها میپرسیدم و کسی رو هنوز ندیدم که به من بگه آره منم یه همچین اتفاقی توی سرم داره میافته.
این شد که احساس کردم شاید این مسئله به حالی ابنرمالیتی داشته باشه و با روانکاو هم در میون گذاشتم، اما ما هنوز با هم به نتیجه نرسیدیم در رابطه با این موضوع خاص. و چون این مسئله خیلی برای من مهمه و راستش یه جورایی هدف من هم اصلا از شروع این دوره روانکاوی این بوده که من یه روزی بتونم به توانایی برسم که این صداها رو ساکت کنم یا حداقل اینها رو واحد کنم. نه چی هست؟ یه ذره چون گفتم یه الان من شاید 10 دقیقه بیشتر وقت ندارم. چی هست عزیز؟ میبخشید من صداتون رو نداشتم. من گفتم این صداها مثلا الان چیزی که همین اواخر بوده، این مقصودتون چی؟ چون من میتونم حدس بزنم چه هست، اینی که دلم میخواد فقط بشنومتون خلاصش رو. یعنی این صداها مثلا درباره یه موضوعی که دارید فکر میکنید یا حس میکنید یا احساس میکنید یا عقیدتون هست، یه دوگانگی میبینید. چه میبینید؟ بله، یه دوگانگی به شدت متفاوت و میتونم این تفاوت رو هم یه چیزی خیلی عامیانه اگر بگم مثبت و منفی براتون تعریف کنم. یعنی فرض کنید که در رفتارم با یه کسی، یکی مهربونه و یکی خشنه. یا تو نه آخه در عمل چی میشه؟ نه سب کنید، آخه یه ذره وقت کمه، فقط من دلم میخواد بدونی. نه رو مثال مثلش رو به من بگید. مثل این مونه که دو تا آدم نشستن، فرض کنید این شما یه آینه گرفتید جلو خودتون، به جایی که یکی باشید دو تا هستید، یکشون چی میگه یکی دیگه شون چی میگه، مثلا در چه زمینه ای؟ ببینید تو هر زمینه ای، خب یکیشون شاید جلوم رو بگیره و یکی دیگه هلم بده و در نهایت اتفاقی که میفته همیشه رندوم من یکی از اون حرکات رو انجام میدم. مثلا من حتی ببخشید این مثال رو میزنم گفتید نگم، ولی این کامنت رو از اطرافیانم میشنوم که من خیلی اوقات دیدگاه هم نسبت به یک مسئله واحد در زمانهای مختلف یا تعریفم خیلی متفاوت میشه، در حالی که اصلا خودم بهش آگاه نیستم. فرض کنید از توصیفم از یک اتفاق، اگر اون روی مثبت در واقع اون صدای مثبت اون موقع فعال باشه، یک روی داستان رو میتونه روایت کنه و اگر که روی دیگری باشه یک روی دیگه، و من به هر دو اونها اعتقاد دارم، هر دو اونها رو قبول دارم و اصلا نمیدونم کدوم اونهاست و فقط خیلی رندوم یکی از اونها ممکنه اون لحظه اجرا بکنه. نه سب کنید، ببینید سب کنید. من مثلا فرض کنید که بی نهایت شیرینی دوست دارم، خب در این حالم رفتم پر دکترم ولی کنار گوشتمش که گفته قند دایی بره بالا بر سر تو چه میاره. بنابراین من اون شیرینی رو که میبینم با اشتیاق میرم به سمتش، حتی بیشتر از یه دونه میخوام مثلا 4 دونه بخورم. اما همینقدر که شروع میکنم به ذهنم میاد حرفی که دکترم به من زده. خب این دوگانگی رو من دارم عزیز، ولی این دوگانگی که معنای خاصی نداره. در حقیقت دو وجه، یکی حس و احساس الان منه، یکی عواقبش و نتایجش در آینده. بنابراین ای بسا من به جای 4 تا حالا 2 تاشو میخورم و چون تا حدود نیازم برآورده میشه میذارمش، ولی این معناش دوگانگی نیست. یا شما دودلی در خصوص اینکه این مردی که سراغتون آمده رو مثلا دستش رو بگیرید یا ببوسیدش یا نه؟ خودم فقط اینا یه مقداری در شما فعالترند و به دلیل توانایی هاتون دوتاشون در ذهنتون حاضرن، نه اینکه یکیش بره بعدن بیاد. چون من برخی از وقتا یه چیزی یادم میره، یعنی من شیرینی ها رو میخورم این دفعه متوجه میشم میتونستم کمتر بخورم یا حرف دکترم الان یادم میاد، ولی بعد از خوردن شیرینی. خب خیلی از وقتا آدمای باهوش این دوتا رو با هم دارن. دوم یه احتمال دیگه که بعید میدونم چون این گونه خودشو نشون نمیده، مالتیپل پرسونالتیه. شما شاید به خاطر آسیبای سنگین اصلا به یک اعتبار بشه گفت دو تا شخصیت متفاوت دارید، حتی حالت خواب و بیدار رو دارید ولی در آن واحد هر دو در شما زنده هم. چرا فرض من بر این نگیرم که حجم توانایی ذهن شما اگر قراره مثلا در هر ثانیه 126 خبر رو پروسس کنه، مال شما 150 تاست 200 تاست و بنابراین دو تا خبر رو در آن واحد داره. یعنی درست مثل یه آدمی که میتونه با دستش چیزی بنویسه ولی با زبونش یه حرف دیگه بزنه.
شما در سخنرانی میکنید، بعد میارن یه چیزی جلوتون میذارن، شما شروع کنید اونم نوشتن، حرفتون هم دارید میزنید. خب در اینجا اونقدر دوگانگی نیست، فقط یه توانایی بیش از اندازه است. خیلی ممنونم، خیلی خیالم راحت شد. برای که من اینو اینجوری میرم، مثل در اصطلاح انگلیسی میگن در حالی هم راه میره هم میتونه آدامس بجوه، چون خیلی از آدم فقط یکیشو میتونن انجام بدن. من این رو به توانایی ها و ذهنیت شما میبینم، یعنی این حضوری است که شما در حقیقت دارید. خود من برخی از اوقات میتونم پروسس کنم چیزای کاملا متفاوت و متضاد رو، یعنی در حالی که فرض کنید تو کنفرانس هم دارم صحبت هم میکنم، حتی کلام من برای خودش میره ولی من میتونم یه جای دیگر رو هم داشته باشم، ولی خب اون برمیگرده به یه مقدار به هر حال توانایی هایی که یه مغز داره. من اینو بیشتر به اون صورت میبینم که شما ای بسا با دست راستتون یه کار میکنید، با دست چپتون یه کار دیگه. خیلی از آدم ها یه هارمونی باید بین اینها باشه و اینا رو ای با ایراد نمیبینم، برمیگرده به توانایی هاتون، ولی خب متفاوتید و غیر عادی. دیگه چی؟ خیلی ممنونم. یعنی من این رو چیز خاصی نمیبینم، من چیز خاصی نمیبینم، یعنی فقط چون گفتم من با افراد یه مقدار با بهرهای هوشی بالا روبرو بودم و دیدم که برخی از اوقات پروسه مغزیشون متفاوته. دیگه شما وقتی بر اساس اون اسم بدید که در هر آن من 7 خبر رو میتونم پروسس کنم، هر خبر 1/18 ثانیه وقت میخواد، در یه ثانیه 126 خبر رو میتونم پروسس کنم، یه دو آدم هستن که ظرفیت 150 تا 180 تام دارن و ضمناً میتونن دوگانه عمل کنن، یعنی سیستم حسی کار خودشو بکنه، احساسی کار خودشو بکنه و این بسا تفکر کار خودش رو، در حالی که بسیاری از مردم به دلیل این عدم توانایی برای این تفکیک و این دیفرنشیشن، اینا هم همونه به صورت یه مجموعه خودشون رو نشون میدن. یعنی میخوام بگم یه کمی مغز شما متفاوت کار میکنه، ولی این تفاوت در مسیر توانایی بیشتره. خب معلومه، مثل اتومبیلی است که وقتی راه شروع میکنید به کار، سرعتش همون از اول 40 مایله یا 40 کیلومتره. ماشینا با صفر شروع میشن، مدت طول میشه به 4 یا 40 برسن، ولی مال شما الان 40ه، از جا کنده میشه. خب متفاوته، میتونه ضررها و خطرهایی هم بعضی از اوقات وقتی بقیه دارن عادی عمل میکنن داشته باشه، ولی برای خود شما که بهش مسلط باشید نه. بنابراین شما فاصله و شتاب و سرعت و اینا رو حساب میکنید تا حرکت میکنید، چون شما یه علائم دیگری رو هم در طول گفتگوهاتون به من نشون دادید که نشون میداد که یه ظرفیت فوق‌العاده مغزی دارید و گفتم شما میتونید با پاتون فوتبال بازی کنید، با دستتون والیبال. خب خیلی ها نمیتونن و بعدم اون حرفا و صحبت ها در حقیقت جنبه های چندگانه ای که از گفتم، درست مثل قصه شیرین خوردن من و بیماری قندم. بله خیلی ممنونم. و بعدم من دلم میخواد که شما پست دکتراتو ایناتونو اگه بتونید به امریکا و به مراکز معتبر امریکا که مراکز واقعا نوروساینس و اینا هست برسونید. حیفتونه، ای دلم نمیخواد که اونچه که دنیای علم امروز یا حداقل در امریکا در مرزها و حدهای خودش، در مرزهای آگاهی خودش حرکت میکنه، از اون بیخبر باشید با توجه به سن بسیار کمتون. و بنابراین شما چاره‌ای ندارید، حتی اگر شده هفته 50 ساعت فعلا کارتون رو که صلاحیتونه، نه 40 ساعت تو این زمینه بگذارید، برای که توان خیلی از حرکت ها رو دارید و مطمئنم دانشگاهی بسیار معتبر و بزرگ امریکا برای رشته‌ای مانند شما با توجه به کار و سابقتون احتمالا جایی حتما در آغاز برای ورود شما دارن، ولی بعد از آمدنتون توانایی اینو دارید که جای خودتون رو بازتر و بازتر کنید. اگر بازم دلتون خواست حرفی بزنید لطفا روی خط بیاید، و اگرم یه موقع برنامه‌تون مشخص شد که دارید چه میکنید،
حتی اگر نمیخواد روی خط بیاد به دفتر رادیو بگید که مثلا کجا دارید در امریکا میرید، چون فکر میکنم امریکا دو سه تا مرکز هست که برای این کار الان بهترین هست. برای خودتون رو گرفتار نکنید، اینقدر این تفاوت میتونه تفاوت از برجستگی و توانایی های شما باشه تا اینکه عیب و ایراد شما. برحال متاسفم که با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحالم با تون صحبت کردم عزیز. همچنین آقای دکتر، خیلی ممنونم از بهتون. خواهش میکنم، به امید گفتگوی ها یه بعدی با شما.